گیلاسیا سلام، امروز میخوایم خلاصه یه فیلم ترسان که فوق‌العاده به نام آس یا ما رو ببینیم. یکی از بهترین فیلمایی هست که تا به حال دیدم و حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشن فیلم باشه. یادتون نره کانال سابسکرایب کنید چه وقتتون رو نمیگیره ولی آینده کانال منو میسازه. فیلم با نمایش سال 1986 در شهر سانتا کروز آمریکا شروع میشه که دختری به نام ادی داره توی شهر بازی ساحلی کنار مام باباش قدم میزنه. مادر ادی اجازهش جدا میشه تا به دستشویی بره و ادی کنار پدرش وام میسه تا بازی کردنشو ببینه. حوصله‌اش که سمیر شروع به گشتن اطراف میکنه و باباش هم حواسش اصلا نیست. دختر بچه وارد یه خونه بازی میشه که یه دفعه برقا میرن و ادی وسط یه اتاق پر از آینه گیر میفته. اینجاست که یه دفعه با دیدن یه دختر کاملا شبیه به خودش وحشت میکنه و بعد از شنیدن یه صدای سوت عجیب به سکانس بعد میریم. حالا از زمان گذشته فاصله میگیریم و به الان برمیگردیم و خانواده رو میبینیم که دارن به شهر سانتا کروز آمریکا میرن. مادر این خانواده ادی، یعنی همون دختر بچه‌ای هست که اول فیلم دیدیم و حالا تشکیل خانواده داده. اسم همسرش گیب و اسم بچه‌هاش هم زورا و پسرش جیسونه. این خانواده چهار نفره به خونه بچگی ابی میرسن، جایی که قصد دارن چند روزی رو توش خوش بگذرونن. گیب اصرار داره امشب برای تفریح به شهر بازی ساحلی معروف شهر برن، اما ابی به خاطر خاطره بدی که از اونجا داره و اول فیلم دیدیم مخالف قضیه است. اون اتفاق به قدری رو ابی تاثیر بد گذاشته بود که تا مدت‌ها نمیتونست حتی صحبت بکنه. اما در آخر گیب ابی رو راضی میکنه و به سمت شهر بازی ساحلی راه میافتن. توی راه هم نیروهای امداد رو میبینن که پیرمردی رو دارن سوار آمبولانس میکنن که کشته شده و تمام لباسش خونیه. بعد از رسیدن به ساحل دوستای قدیمیشون جاش و کیتی تایلر به همراه بچهای دوغلوشون رو میبینن و تصمیم میگیرن کنار هم خوش بگذرونن. پسر خانواده یعنی جیسون از خانواده جدا میشه و میره دستشویی و وقتی میاد بیرون یه نفر میبینه که به طرز عجیبی وسط ساحل وایساده و وقتی نزدیکش میشه متوجه میشه این پیرمرد همون کسیه که سوار آمبولانس میکردنش اما زنده است. ابی یه دفعه متوجه میشه جیسون کنارشون نیست و با وحشت شروع به گشتن میکنه و بعد از اینکه بچه پیدا میشه سریع به خاطر نگرانیهای ابی به خونهشون برمیگردن. بعد از رسیدن به خونه گیب از ابی میپرسه چرا انقدر از اینجا میترسی و چه اتفاقی برات افتاده که در آخر ابی همه چیزو توضیح میده. میگه اون شبی که وارد خونه بازی کنار ساحل شدم من همزاد خودم رو دیدم. گیب حرفشو باور نمیکنه و میگه توی آینه خودت دیدی الکی ترسیدی، اما ابی مطمئنه چیزی که دیده همزادش بوده. وسط حرف زدن یه دفعه برقای خونه قطع میشه و جیسون میدوه پیش پدر مادرش تا بهشون بگه یه خانواده توی ورودی خونمون وایسادن. اونا هم با دیدن این خانواده چهار نفره دم در خونه وحشت میکنن و سریع با پلیس تماس میگیرن. گیب میره دم در رو بهشون میگه از محوطه خونه ما برید بیرون، اما اونا هیچ پاسخی نمیدن و همینطوری سر جاشون وای میستن و ور رو ور نگاش میکنن. گیب هم چوب بیسبال برمیداره و دوباره میره بیرون، اما این بار خانواده چهار نفره به طرز وحشتناکی سمتش میدوئن که گیب هم فرار میکنه داخل خونه و درو قفل میکنه. چند ثانیه بیشتر نمیگذره که خانواده بیرون از خونه کلید مخفی خونه رو به راحتی پیدا میکنن و وارد میشن. اینجاست که وحشت فیلم چند برابر میشه وقتی اعضای خانواده ابی میفهمن خانواده ای که وارد شدن همزادای خودشونن و به هیچ رحمی قصد کشتنشون دارن. همزادا خانواده ابی رو یه گوشه میشونن و با یه قیچی تهدید به کشتنشون میکنن. همزاد جیسون اسمش پولوتو هست و علاقه خیلی زیادی به آتیش داره. همزاد زورا دختر بچه به اسم آمبری، همزاد گیب اسمش ابراهامه و در آخر رهبر این روانی ها همزاد ابی به اسم رد هست. تنها کسی که از بینشون میتونه حرف بزنه همین رد هست و صدای عجیب و وحشتناکی هم داره. رد با همون صدای عجیب میگه ما سایه خانواده شما ایم و روحمون با هم یکیه. فقط تا الان محکوم بودیم مثل سایه شما زندگی کنیم و دیگه نمیخوایم اینطوری باشه. ما تا الان طرد شده بودیم و دیگه نمیخوایم باشیم. رد قصه ای از یه دختر بچه و همزادش تعریف میکنه که قصه خودش و ابیه. میگه وقتی ابی غذاهای خوب میخورد من باید خرگوش خام پیدا میکردم تا بخورم. وقتی به ابی اسباب بازی قشنگ میدادن من باید با چاقو و قیچی بازی میکردم. ابی با گیب پولدار و خوشبخت ازدواج کرد و منم مجبور شدم با ابراهام ازدواج کنم که اونم سایه گیب بود. ابی دختر مهربون به اسم زورا داره و من دختر روانی و سادیسمی به اسم آمبری دارم. رد میگه که ابی با کمک کلی دکتر خوب بچه زایید و من مجبور بودم تو بدبختی خودم این کارو بکنم. میگه ما از سایه بیرون میریم تا زندگی که شما دارید و ازتون پس بگیریم. بعد از این صحبت‌های ترسناک رد ابی رو مجبور میکنه خودش رو با دستبند ببنده و ابراهام گیب رو با وحشیگری تمام به اتاق دیگه میبره. همزاد زورا با قیچی دنبالش میفته تا بکشتش و زورا هم به خیابون فرار میکنه و جیسون با همزادش تو کمد میشینن و بیخبر از همه چی با آتیش فندک بازی میکنن. پولوتو یعنی همزاد جیسون ماسکشو برمیداره و جیسون برای اولین بار با دیدن صورت سوخته ای همزادش به شدت وحشت میکنه. خیابون رو میبینیم که آمبری زورا رو پشت ماشین گیر میندازه، اما قبل از اینکه با قیچی بکشتش یه مرد بیخبر از همه جا صداش میکنه و وقتی آمبری داره اونو با قیچی تیکه تیکه میکنه زورا موفق میشه با به فرار بزنه. گیب رو میبینیم که ابراهام اونو با یه ضربه بیهوش میکنه و کیسه زباله ای دورش میپیچه. بعد با هم سوار قایق میشن تا ابراهام اونو یه جا غرق کنه. گیب که به هوش میاد موفق میشه چوب بیسبال رو تو قایق ببینه و یه لحظه از فرصت استفاده میکنه و با یه ضربه ابراهام رو به داخل آب میندازه. اما با حواس پرتیش خودش هم به آب میفته و وقتی موفق میشه خودش رو از قایق بالا بکشه یه دفعه ابراهام از پشت میگیرتش. اینجا دوباره یه درگیری پر از
هیجان داریم و در آخر گیب موفق میشه ابراهامو بکشه و با قایق به سمت خونهشون راه بیفته. جیسون رو میبینه که متوجه شده همسرش هر کاری اون انجام میده رو تکرار بکنه. اون از شرایط استفاده میکنه و با گول زدن پلوتو از کمد میاد بیرون و در روش قفل میکنه. ریلیت با شنیدن صدای کمد سری میاد بیرون و در کمد باز میکنه و همراه پلوتو دنبال جیسون راه میافتن تا بکشنش. ابی با شنیدن سر و صدا تقلا میکنه و بالاخره موفق میشه دست خودش رو باز کنه و با پیدا کردن جیسون دو تای پا به فرار از خونه میذارن. بیرون از خونه هم زورا رو برمیدارن و با دیدن گیب و قایق سری میدوئن سمتش و موفق میشن چهار تایی از اونجا در برن. سکانس بعدی میریم به خونه خانواده تایلر، یعنی همون دوستای ابی و گیب که دم ساحل دیدیمشون. کیتی صدای میشنوه و همسر جاش میره تا بیرون رو چک کنه. تو کمتر از چند لحظه همسرای این خانواده پیدا میشن و همشون تو یه حرکت خیلی ساده در جا میکشن. اینجاست که خانواده ابی بعد از فرار با قایق خودشون به خانواده تایلر یعنی جاس و کیتی میرسونن تا ازشون کمک بگیرن و به جای اونا با همسرشون روبرو میشن. ابی میفهمه مردی که جلوش جاش نیست و ضربه ای به سرش میزنه، اما همسر جاش بدون هیچ درد و حسی ابی رو به داخل میکشونه و سمت گیب میره تا اونم بکشه. بچه‌ها از این فرصت استفاده میکنن و میدونن داخل تا مامانشون نجات بدن. زورا و جیسون جیغ مامانشون از طبقه بالا میشنون و موقع بالا رفتن با جنازه دوقلوها روبرو میشن. این در حالیه که همسرای دوقلوها یکم اونورتر دارن دو تایی با خوشحالی بازی میکنن. یکی از همسرا به زورا حمله میکنه، اما اون با یه ضربه دختر پایین میندازه و درجا میکشتش. همسر دوقلوی دیگه هم میاد که زورا موفق میشه با استفاده از چوب گلفی که دستشه اونم بکشه. تو اتاق خواب کیتی رو میبینیم که ابی رو به تخت بسته و قصد کشتنشو داره. بیرون از خونه هم گیب همزاد جاش رو به قایق میکشینه و با استفاده از تفنگ منوری که داره بهش شلیک میکنه و میکشتش. همزاد کیتی کشته شدن همسرش رو میبینه و جیغ و داد میکنه که زورا از پشت بهش نزدیک میشه، اما قبل از کشتنش کیتی برمیگرده و اونو عقب میزنه. بعد زورا رو میندازه روی تخت و میخواد با قیچی توی دستش بکشتش، اما جیسون سعی میرسه و موفق میشه خواهر بزرگش رو نجات بده. خانواده ابی که تونستن جون سالم به در ببرن میشینن توی پذیرایی تا صحبت کنن و بفهمن باید چیکار کنن تا زنده بمونن. اینجور که معلومه همه جای دنیا داره قتلای زیادی صورت میگیره که اکثرا توسط قیچی انجام شده. همزاده به مردم حمله کردن و آمریکا آشوب شده. همینطور اخبار نشون میده که هر همزادی بعد از کشتن همزاده خودش به وسط خیابون میره و دست بقیه‌شون رو میگیره، جوری که انگار مدت‌ها برای این کار برنامه ریختن و همه چی رو در نظر دارن. ابی پیشنهاد میده با ماشین به مکزیک فرار کنن، چون این جنایت فقط داره توی آمریکا اتفاق میفته و سری سوار ماشین میشن و راه میافتن. موقع بیرون رفتن از خونه همزاد زورا یعنی آمری وسط خیابون پیداش میشه و ادی با سرعت میره سمتش تا لهش کنه، اما آمری میپره روی ماشین و سعی میکنه وارد شه. ادی کم نمیاره و یه دفعه دیگه ترمز میزنه که باعث میشه آمری پرچه تو جنگل و شاخه درختی به دلش فرو بره و بمیره. سکانس بعد چند ساعت دیگه رو میبینیم که خانواده ابی دارن از آشوبای شهر و جنازه ها رد میشن که وسط خیابون به ماشین میرسن که آتیش گرفته. یه دفعه همزاد جیسون یعنی پلوتو سعی میرسه و ادی میره بیرون تا باهاش صحبت کنه و اونو کنار بزنه. جیسون یه دفعه رد بنزین رو میبینه و متوجه میشه این یه ترس پلوتو قصد ماشینشون رو با آتیش بکشونه. برای همین سری همراه ماشین پیاده میکنه و یه دفعه یادش میاد همزادا ادا رو در میارن. برای همین دستشو باز میکنه و عقب عقب راه میره. پلوتو هم این کارو تکرار میکنه و در آخر به داخل آتیش میفته و انقدر میسوزه تا کشته میشه. همین لحظه همزاد ادی یعنی رد جیسون رو میدوزه و فرار میکنه. ادی هم دنبالش میدوه که میرسه به همون ساحل قدیمی شهر، جایی که همزادایی که موفق با آدم کشی شدن دست همو گرفتن و یه زنجیره بزرگ تشکیل دادن. ادی به همون خونه بازی میرسه که تو بچگی شیده بود و این بار برای نجات بچهش به ترسش غلبه میکنه و میره داخل. داخل اونجا یه در پیدا میکنه و با پایین رفتن از پله ها به یه جای جدید میرسه، جایی که پر از خرگوشای سفید و کلی اتاق مختلف داره، انگار یه سازمان بزرگه. توی یکی از اتاقا که مثل کلاس درس رد رو پیدا میکنه. روی تخته کلاس همون زنجیره انسانی همزاده کشیده شده و معلومه همه برنامه‌ها تو همین جای ریخته شده. ادی از رد میپرسه پسرم کجاست، اما رد شروع به زدن حرفای فلسفی میکنه. میگه ما هم شما آدمیم ولی با همون جوره دیگه رفتار شده. اینجا رد توضیح میده ما توسط دولت آمریکا ساخته شدیم. همه چیمون به شما وصله و هدف اصلیشون از ساخت ما این بود که بتونن شما رو کنترل کنن. این یه پروژه خیلی بزرگ بود و کلی روش کار شد. رد توضیح میده که چجوری با استفاده از ما میخواستن شما رو مثل عروسک کنترل کنن و با همون مثل یه حیوان رفتار میکردن. در آخر هم پروژه شکست خورد و این همزاده رو زیر زمین ول کردن تا بمیرن. اما ما موفق شدیم با خوردن گوشت خرگوش زنده بمونیم و چند نسل از خودمون به جا بذاریم. اون شبی که ادی توی بچگیش رد رو دید باعث یه انقلاب بزرگ شده. بقیه همزاده با دیدن رفتارها و کارهای رد اونو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کردن و از اون شب برنامه‌ریزیشون برای حمله به آدمای روی زمین رو شروع کردن. مهمترین هدف این همزاده اینه که وجود خودشون رو به دنیا ثابت کنن، چون تا قبل از این حمله هیچ کس نمی‌دونسته حتی وجود دارن. رد میگه که بعد از روبرو شدن ما تو بچگیمون تو روحیه خوبی نداشته، مامان بابات فرستادن کلاس باله، منم توی این زیر زمین ادای تو رو در میآوردم برای خودم میرقصیدم. این رقص منو نجات داد و بهم امید داد تا ادامه بدم. از اینجا به جون همدیگه میافتن و سعی میکنن همو بکشن. دعوا ادامه داره تا جایی که رد از پشت با یه قیچی به ادی حمله میکنه، اما اون موفق میشه لحظه آخر برگرده با فرو کردن میله به رد اونو بکشه. رد قبل مردن شروع به سوت زدن میکنه، همون سو
توسطی که وقتی با عدی تو بچگی روبرو شدن شنیده بود و این باعث میشه عدی کل عصبانیت و ناراحتیش برگرده و به طرز وحشیانه رد رو خفه کنه و بکشه. بعد جیسون رو پیدا میکنه و دوتایی از اونجا میرن بیرون که گیب و زورا رو پیدا میکنن و همگی سوار ماشین آمبولانس میشن و راه میفتن تا فرار کنن. پشت فرمون یه فلشک بچگی عدی میزنیم، جایی که همزادش رو دیده بود. همزاد عدی دستش رو داره گردن عدی میندازه و اونو بیهوش میکنه. بعد میکشتش پایین و به تختش میبندتش و لباسای اونو میپوشه. اون شب خانواده عدی همزادش رو به خونه برده بودن. برای همین تا مدت ها نمیتونست صحبت کنه چون هیچ کدوم از همزادا حرف زدن بلد نیستن. از طرف عدی واقعی تنها همزادی بود که میتونست صحبت کنه، اما به خاطر خفه شدنش توی بچگی تارهای صوتیش آسیب دیده بود و صدای عجیبی داشت. اون بزرگ شده بود تا انتقام بگیره و به زمین برگرده، اما در آخر توسط همزادش کشته شده بود. همزادی که توی این همه مدت روی زمین یاد گرفته و مثل آدما زندگی کنه و انقدر بهش خوش گذشته بود که کلا یادش رفته بود خودش از سایه ها بیرون اومده. فیلم با نمایش زنجیره همزادا به پایان میرسه. فیلم آس یکی از اون فیلماست که تا مدت ها میره رو مختون و باعث میشه به وجود خودتون هم شک کنید. از طرفی محتوای اجتماعی سیاسی زیادی توی خودش جاراده، چون حتی تو کشور خودمون هم میلیون ها آدم وجود دارن که دقیقاً همسن ما و همه چیزشون شبیه ماست، اما به خاطر زندگیشون تو شرایط بد خیلی از چیزایی که ما داریم رو نمیتونن داشته باشن. شرایطی که شاید دولت برایشون تصمیم گرفته باشه. شاید یه روز همه اونا از سایه بیرون بیان و بتونن زندگی که دلشون میخواد به هر قیمتی شده به دست بیارن. هیچ کسی از آینده خبر نداره. رفقا کامنت، لایک، سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.